شما بیننده ویژه برنامه ایدی هستین از تلویزیون اورانوس و سپاسگزار هستم از اینکه همیشه محبت دارین و برنامه های ما را حمایت میکنین. من عبدالرقیب فقیرزاده هستم و قسمی که شما تصویر میبینین هموطنان ما ماشاءالله نام خدا بسیار متر از دل و جان از خانه های خود برآمدن. بعضی ها میوه خشک میخرن، بعضی ها هم فقط من به خاطر لباس و بوت و غیره. و اینجا دکان های میوه خشک است. میشنیم از دکاندار عزیز که چطور است نرخ نوا، سال گذشته چند بود میوه خشک مثل نخود و کیک و کلچه و غیره. و از هموطنانی که میوه خشک میخرن از اونا میپرسیم که چقدر توان مردم، اقتصاد مردم میتونه که بخره میوه خشک. با ما همراه باشین، خب امریمان بکنین. اینجا دکان میوه خشک فروشی است. امروز شما معرفی میشیم در اول. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. قربانتان. نامتان بگویید. اسم عبدالجلیل است. عبدالجلیل ما. خب عبدالجلیل برادر ما در آستانه عید قربان قرار داریم. میشه در ابتدا بگوین که چگونه ارزیابی میکنن عید نسبت به عید های گذشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به عید های گذشته عید ها فرق داره. قسمی که به ما معلوم است اقتصاد مردم پایین اومده، سال به سال نسبتا خرید فروش کم شده. مثلا گفته میتونم که نسبت به سالهای قبل 40-50% فروش پایین اومده. پایین اومده. خب انشاءالله که خوبتر شده و بیام یک اندک حتما ویروس کرونا کمک اثر گذاشت شد به خاطر اقتصاد مردم هم کنست. نمو ترست؟ درست است. بله، چون که اقتصاد مردم ضعیف است، نسبت کاروبار نیست، برای مردم شغل پیشه نیست. و همین خاطر از مردم کم توجه دارن، پول ندارن، بیان میوه بگیرن به خود پیشه نیست. نسبت به سالای گذاشته میوه خوش چه رقم از قیمتش؟ مثل بادام و همچنان سیمیان و غیره. میوه خوش قسمی دیده میشه بالا ما که خبر داریم بنادارا مشکل داره و مال از او بندش میفته. تجارا بسیار به کندی کارشان پیش میبره توی که مال بیره به مردم به فروش برسون. به این خاطر یک کم نسبتا رساله چیز بلند است. بله، حضور عروسی کدی؟ بله. بسیار خوب. اگر کدام دوست است نمیتونید در روزی دیده کدام پیام داشته باشی، کدام از کسی اگر خفه باشی فقط مستقیم تلویزیون رو نوز خدمت است. سلامت باشین. کسی که بینده تلویزیون هستم، من پیام خود را پیام میگی خود برشان میگم. من از اینکه یک دکاندار هستم نمیتونم که برشان رسته بتونم. از این طریق تلویزیون شما پیام میگم، فقط تبریک ایزه برشان میگم. قربان تو. همراه مول بکنه دوستان. اسم من یار محمد. یار محمد. از کدام، از کجا هستین؟ در کجا زندگی؟ شهر کندز. شهر کندز. کدام موقع؟ موقع صرافی. بسیار عالی. چی کار میکنی؟ قصابی میکنی. قصابی. قصاب ما. خب بسیار عالی. میشه خودت از عید بگویی که در عید قربان به خودت چقدر چی اتفاق میفته؟ چقدر آیا تنها قربانی خودم میکشین یا قربانی میکنین یا؟ نه، از خودم میکشم، از کسی دوست دارم که بیار میگم میکشم. به طریقه خود البته قربانی کردن چه قسم هست میشه بگوین؟ قربانی کردن دیگه، قربانی کردن اما قربانی کردن هست که سه تقسیم میشه و شرط و شرایط شدا میکنی اون رقم قربانی میکنی چیزی که شریعت گفت. بسیار عالی. از عید قربان خود چی میاموزی؟ چی پیام داره بر مردم و هموطنان ما؟ برای مردم این میگه که جامعه فروشی قیمت فروشی نکنن. به خاطر اینکه دمی دو سه ماه بعد قرنطینه شده، مردم از کار خرابی بود، بعد اقتصاد مردم ضعیف است، میرخ نوا رو باید مراعات کنه. بسیار خوب. انا ما که دیدم داغاز دیدم که خودت به خاطر میوه خشک آمدی. چه رقم است میوه خشک نسبت به سال گذشته؟ نسبت به عید رمضان خوب است. بعد از نظر خودت چی تعداد از هموطنان ما میتونن خریده و چی تعداد نمیتونن؟ خیلی چیزای مین به سال میوه خشک میخره که میوه شیرین باب نمیخره، به خاطر اینکه عید قربان است با گوشت که یک جای خوردی بود سوی تصاون پیش میاد میده انسان. عروسی کدی یا نام؟ نه، عروسی کدی. بسیار خب. پیامت به کسایی که به خسرایی که مثلا
مثلا بعضی کسایی که داماد داره از یک ظلم کلان است که مثلا میگه والا اینا تو ایدی ناوردی پیامت به او آدم به او پدرها چی است؟ پیام خودمان خود تو میفهمی که پیامی است که باید گذشت کنن کاری کنن که یک به دیگر همدیگری کنن نه که بعد کار مردم خراب کنن بعد اسلام یک میره در ایران میره بعد دار بدر شده پس می کار نه بار نه باید کاری بکنه که بعد یک چیزی شود. بله از اولاده خودت کدامش نامزد است؟ نه نامزد نیست. کدام پیام کدام گفتنی با کسی که میل از بیننده است کدام دوست و رفیقت باشه اگر خفه هستی یا کدام پیامی نیستم خفه نیستم با هیچ کس خفه نیستم پیام نیست که بعدت باید هم دیگری کنن عید است خوشی کنن جنگ جبل باید بخیر و بخوبی حتی افغانستان کم سوا این پیام با ما باشین دوستان عزیز شما تلویزیون اورانوس بیننده هستین و ویژه برنامه ایدی است در مورد نرخ نوا ای که چگونه دوستای ما در کندز فرهنگ دارن ما که زحمتانای ما در داخل شهر هستیم و پیش دکان خوراک فروشی رسته حیدری درست؟ نامتان چی است؟ خانقا خانقا جان میشه در مورد اید بگوین که مردم کندز از منطقه خود بگوین که چگونه فرهنگ دارن در روزای قربان چگونه اید تجلیل میکنن چطور نرخ نوا؟ نرخ نوا خوب است خون فرهنگ عید نمیست که بخیر بعد عید نماز خوانده شود که در قربانی شروع میکنن بسیار خوب قربانی هم کردین؟ بله نامزد هستین یا عروسی کردین؟ عروسی کردین بسیار خوب میوه خشک خریدین یا قربانی میکنین؟ نه میوه خشک هم میخری خوب قربانی هم میکنین نام خدا عید کالا هم کردین؟ بله چند جوره؟ یک جوره یک جوره با ما میکنی؟ بله بله خب دوستای من شاید است که خودت به ما کالا میگیری؟ این کالا را میانه میگیری یا؟ هر رقمی که میگیری دوش بدلی خود لالا حالا در برای پیش دوستای ما که شاید هستن میگی کالا میگیری باز که وقت برنامه ختم شد برو با آن مارت کمش که ما کار خود ما خراب هستیم نه هیچ گپی نیست اون اونجا جای ما هر ساعتی که بگوی ما در خدمت هستیم لالا بسیار خوب از جمله میوه خوش کدام میوه زیادتر خود خوش داری و که در روزیت بخیر بخوری؟ بادام دیگه خوب است دیگه چربی داره بادام جان بله خب بسیار خوب کسایی که نامزد است برشان چی گفتنی داری برای کسایی که نامزد است در خودت معلوم است که فقط علمی است که عید است سال نو است دیگه عید برای مردم میدانه میبره نامزد ها قریب 20,000 روپیه خرچه داره سر بلند باشه قربان بله به هیچ خوبی قندول گپ ده نام چی داشت عتی چی عتی چی؟ عتی 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 جان به شما پیام ایدی خودم میگه بگو کدام پیام تبریکی داشته باشی اه؟ بگو ایده برای شما دوستا تبریک میگم ایده به شما دوستا تبریک میگم در داخل خارج از افغانستان داخل خارج از افغانستان میبی خوش که از دوستا شنیدین که چگونه هست و همچنان هموطنان ما در مورد اید هم گفتن فرهنگ اید ما در کنار که از کودکای نازنین قرار دارم اول امروشان معرفی میشیم نام تبریک شما باز؟ احمد بشیر احمد بشیر جان احمد بشیر جان دید کالا کردی بخیر؟ بله یا بسیار خوب چند جوره؟ یک جوره یک جوره کسایی که همسن سال خودت از امیل ازه خودت میبینه بشیر جان کدام پیام تبریکی داری برشن؟ پیام ما برای هموطنان عزیز ما میستی که اید برای هم هموطنان عزیز ما مبارک باشه و دیگه ای که ما دولت خود میخواهیم که یک صلح و آرامی را برای ما ایجاد نمایم انشالله بخیر صلح مه متنی؟ بله دید از چند نفر ایدی میگیری بخیر؟ از پدر جان، از بابا کلانم، از مامایم، از کاکایم در خانه زیادتر مادرت دو زیری یا پدرت ها؟ اردیش اردیشه خب بسیار خوب نامتان چی است؟ عبدالرحمن عبدالرحمن جان چی پیام چی گفتنی بر دوستای ما دارین کدام پیام تبریکی ایدی اگر داشته باشین کسایی که البته از یکی دیگه خفه است متاسفانه برشان چی گفتنی دارن که در روزهای چی بکنن؟ پیام مایی است که باید هم پذیری کنن کلگی خوش باشن هیچ عید خوب سعی تجلیل کنن با همدیگه بشینن کسایی که با از همدیگه ناراضی هستن بشینن
خوشحالی کنن، خوش باشن با هم دیگه. امیدوار هستم یک عید خوبی داشته باشم برای تمام مردم افغانستان. عید براشون تبریک میگم. کسایی که نامزاد است و خسرش مجبورش میسازه که مثلا در روزه عید باید عیدی بیاره، مصرف گزافه بالاش انجام میده، متاسفانه است از هموطنای ما که مثلا در روز عید 15 20 هزار پر مصرف میکنم است، اما اگر جمع‌آوری بکنه پول میتونه زودتر مصرف روسی را برآورده کرده. بر اون مادر و پدری که امی قسم یک عمل انجام میده امر داماد، تو خود چی گفتنی داری؟ بر از وا این گفتنی دارم که خداوند انصاف شان بده، دیگه نباید این رقمی باشن. کل وضعیت افغانستان هم میبینن، کل گیرم میبینن که کار بار نیست دیگه. کسایی که در خانه هایشان میوه خشک نمیتونن خریده، هست هموطن همی که میاله یک پاور در خانش نیست، مطمئن هستم آرد نیست و میوه خشک گپ دور است. از دوستای ما چی پیام داری که اونا چی بکنن همراه فقرا و غریبا؟ کسایی که دارن همراه کسایی که ندارن کمک کنن با هم، یعنی کسایی که دارن زیاد دارن. ما شما بسیار سرمایه دار در افغانستان داریم الحمدلله شکر. کسایی که ندارن بتن همراهشان کمک کنن. اید یک چیزی است که مثلا باید هم پذیری کنیم، همدیگر پذیری دیگه. خوب کسایی که ندارن و برازوان بتن، کسایی که دارن زیاد الخرچی نکنن، اصراف نکنن. اگر تقسیم خود صحیح شوه کل ما انشاءالله. و پدری که در پایان اگر بگوی، پدری که مثلا به بچه خود پیسه میتا و میره پتاخی میخره تفنگچه میخره، با او پدر چی گفتنی داری که چقدر در دمی مورد بسیار زیاد جدی باشد؟ و کاملا اشتباه است و اول تر باید این پتاخی ها را باید از اول باید جلو شه بگیرن، نمانند که مردم در دکان ها سودا کنند در شهر کوچه. این یک چیز است که کاملا در این وطن بیز و شب و روز در زدود سر صدا هست. لیکن متعرفتان عردی ما بگویم که عیدتان مبارک. عیدتان مبارک. میشه نامتان به بینده های ما بگویم؟ همان الله یک تن از دکانداران سرای چپلق. همان الله یک تن از دکانداران داخل سرای چپلق. کاک همان الله، چطور از عید به نظرتان؟ ما در آستانه عید قربان قرار داریم و همین هفته ختم است که بخیر عید قربان شود. چقدر مردم میتونن بوت و چبله خریده و چقدر مردم آمادگی به عید میگیرن؟ والا در عید رمضان قبلا در عید رمضان خوب بود، ولی حالی که هست عید قربانی است. کل مردم ازدهامش کلش سر مال چیز است، حیوانات است که باید او را ذبح کنند. دیگه است تانوز بیروبار شده خوب، ولی کم است دیگه. شاید دیگه یک دو روز که باید مانده شو بانو انشاءالله بیروبار زیاد میشه، خرید و فروش زیاد است، ولی نرخ و نوام بد نیست. خوب خانه تان در کجاست؟ بله خانه در کجاست؟ خانه کوچی لسه شد. هموطنای ما که مثلا در کندز است، خیلی از هموطنای ما در فقر قرار دارند کاملا، و کسایی که پولدار است برشان چی گفتنی داریم که در روزای عید با فقرا چی بکنن بخیر؟ فقط آرزو پیام ما به مردم است که کسی قربانی را ذبح میکنه، کسی که نداره ولی او را بینوا رایی نکنه از خانه خود، به خاطر سه تقسیم کنه، یک تقسیمش به فقرا بده و یک تقسیمش به کسایی که میآیه و یک تقسیمش خود از جا استفاده کنه از این چیز. ولی بینوا نمانه، این جای خیر است، خوشی است. او غریبه که میاد با امید کسی که در خانهش تک تک میکنه او رو به نوار میکنه، این جای بسیار افسوده. بله کاکا جان، خودت داماد داری؟ اولاد داری؟ نامزاد دار در خانه یا نه؟ نه ندارم. نداری. کسایی که نامزاد است برشان چی گفتنی داری؟ از این رسم و رواج عنانات چیز باید جلو گرفته شما بخواهد. اما خوشوهای به انصاف کمیال میبینه، با او چی گفته داری؟ این بسیار جای که حالا دیگه هرچی که میشه بیار؟ این خوب بسیار جای افسوس است که مثال امیرت یک پیرن که 20,000 30,000 قیمت داره، چرا نمیری از اموج از زرگر یک دانه انگشتری بگی برش بده؟ او با ایندهش به درد میخوره. او پیرن چی کنی؟ یک روز میپوشه میره او طرف مندازش. 30,000 پر تو افسوس نمیکنی؟ این برادر بسیار جای افسوس است. این انانات و مایی ببرو، جلبی ببرو، این چیزایی بسیار جای افسوس است. دیگه از امی دوستا، از امی و هموطنهای خود میخوایم، امی پیامیم است که باید از امی رسم و رواج
نامشروع که خلاف شریعت است باید جلو گرفته شد. بله. کاکا جان از کسی خفه هستی؟ نه فضل خدا از کسی خوش هستی؟ از من خفه نیستی؟ نه چرا خفه؟ از من مرا دوست داری؟ خواهر دوست داری؟ یکی اردین یک جای بگویم عیدتان مبارک. عیدتان؟ عیدتان مبارک. عزیزان هموطن سلام های مجدد تقدیمتان و عید قربان براتان مبارک. ما در داخل سرای چبلق هستم با این قندول. نامک تبگو شباز؟ صدف. صدف جان، صدف جان عیدت مبارک. عیدت با عید کالا کده ای؟ نکده ای؟ چرا؟ کس برات کالا نکده؟ ما این خیلی برات کالا میدانم. خب صدف جان در خانه پدرت زیاد دوست داری یا مادرت؟ پدر جانتا اتمن بل زیاد بیرون که می باشه خانه می باز چاکلیت می ده. خب بسیار خوب. کسایی که میان سن سال خودت از در تلویزیون می بینید کدام پیام گفتری داری برشان؟ یعنی عیدتان مبارک میگینی؟ خب میوه خوش که خوش داری باشه؟ میوه خوش که بادام، بسته، دیگه چی خوش داری؟ خب دایید بخیر که تا کسی عید مبارکی میکنی؟ جای میری خانه کسی؟ خانه کی میری؟ خانه امه. خانه امه جان تزیاد دوست داری؟ یعنی کسی که اولین بار است میری خانه شان و عید مبارکی میکنی که ایشان؟ خب بسیار خوب. در کنار که از دوستای ما قرار دارم اول امروشان معرفی میشم. السلام علیکم. و علیکم سلام. نامتان چی است؟ نام عبیدالله. عبیدالله جان. عبیدالله جان چی کار میکنی؟ اینجا در دکان هستم. در دکان هستی. دکان چی داری؟ سر چپلی. چپلی. بسیار خوب. عبیدالله جان در مورد عید بگوین که چقدر مردم هم وطنای ما میتونن چپلی خریده، چند نوع چپلی و بوت ایجا وجود داره و چقدر قیمتایش است؟ آیا مردم و هم وطنای ما میتونن خریده؟ بلخصوص طبقه کسایی که فقیر هستن نمیتونن خریده. بعضیش میتونن بخرن پول که دارن زیاد سرمایه دارن و بعضیش که سرمایه ندارن بازو در رقم چپلی ما داریم که برش بتیم ارزان هم از قیمت هم از بای مناسب هم داره با او کسی که پیسه نداره با او بای مناسب میتیم برش که ارزان باشه یعنی کسی که پیسه داره با او قیمت میتیم. خانه تان در کجاست؟ خانه ما زرخرید پاچه دارم. زرخرید. خب در زرخرید چگونه مردمی را تجلیل میکنن در منطقه تا؟ در زرخرید چه قسم میده جشن میگیرن؟ جشن نمیگیرن مرد بچه ها جمع میشن دیگه هر طرف میرن چکر بیدن. بله امو جشن هست دیگه. خب عبیدالله جان کسایی که خودت هم نامزد هست یا نه؟ نه در خانه کسی نامزد نداره؟ نه. خب بسیار خوب اگر نامزد میبودی خوش میشدی؟ نه. مکتب خوانده؟ آه. تو سمی چند هستی؟ سنف نو. اما مضمونی که زیاد دوست داری کدام مضمون است؟ زیاد که دوست دارم دری. میوه که مورد علاقه ات است و میخوایی که دمی دسترخوان ششتی بخیر او را بخوری؟ سیب. میوه بسیار عالی. میوه خوش کدام میوه؟ میوه خوش نخود. نخود. مرا بادام بازد خودم خوش میده؟ بادام کم کم دیگه وقت زیاد نه. بسیار خوب. خب عبیدالله جان از کسی خفه هستی؟ نه چرا خفه باشم. از من خفه نیستی؟ نه. از خانواده است فامیل؟ نه نه نه. خب کسایی که خفه هستن چی پیام برشون؟ کسایی که خفه هستن این عید آمده رایستان باید آشتی کنن که چه شوان؟ آشتی شوان آشتی بکنن هم دیگر را داغوش بگیرن و هم دیگر را دوست داشته باشن همونطور است؟ یا بد بگیرن؟ دوست داشته باشن. بله دوستانو یوان ناره ایمان نکام چه تردید ما زمان سره است و ملتی اما کابی زن و زن سره یا ورور ده. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلامون تشتا نوم دسته ده؟ نطاولا. خب اطبلا جانه ده اختر پا وره وقعی گا چه پا کندوز که سر رسم و روش است و سنگ مختر تاسو تیر که بی سلام من که هیلی تور و اندورونو تا علیکم اسلام لغت سنبخ که بوی اختر مبارکی مخ که نبخ که تول و کمزوال و مطلال تا مو تا بیختر معلوم هستی و سنتی رواج لرو
تقدر دست معلوم هده سی کندز بخواهد میشه پر کشی پرسته که هستو او بس سای ساعت بتونم تسی رسم رواج یا مقام مختی هایی دیر خواب تازو کجا کرده نه؟ اوه دیر خواب زمون یا تعداد خلق دیر فقیر ده و یا تعداد خلق پیسی لری اغه خلکو تاسو څه پیغام لري خدای پاک دې ټول ته توفیق ورکړي هغه خلک چې دارایی لري او اقتصاد برابر ده له غریبانو سره داسې لوڼه دستروشان لرو چې په کراچی والو ورځ باید له هغو سره کومک کوي چې دوی هغوی وتوانېږي دغه اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي او ټول ته د الله تعالی توفیق ورکړي ورته دوستان دمیجا امروشان دری ګپ میزنم به خاطر کې از آن هموطن ما پښتو را دقیقه زیاد دوست دارم یکی از زبان‌های بسیار رسمی است و بالخصوص انگلیسی همچنان تمرکز ما بالای پشتو است و دوستان میشه بگوین که یکی از میوه‌جاتی که زیاد خوش داره میوه خشک در روزه عید که سرد بکنین چی است؟ چون در عید قربان خود باید ما شما بسیار فکر ما باشه که میوه‌جات اوقدر استفاده نکنیم به خاطر که عید گوشت است گوشت استفاده میکنیم چون کلچه و کیک دهید رمضان است باید زیاد استفاده کنید عید قربان اوقدر مهم نیست که باید شیرینی باب زیاد بخوریم بله عید به نظر خودت چی پیام با ما با بار میاره چی تعریف کنه خدا کند که در عیدی با هم صلح باشد دارمی در فضای آرامی سفری کده بتوانیم و میخواییم که آرامی باشد زنده باشد دوستان خیلی عزیز و نازنین سپاسگزار هستم از اینکه تا به حال با ما همراه هستین و همیشه حمایت ما میکنین تشکر میکنم یک بارم سپاس از همگیتان دوستایی که از آغاز برنامه تا به حال با ما همراه بودن از اونها هم تشکر دوستایی که البته آغاز کردیم از دوکانه خوراک فروشی میوه‌جات نرخ نمایش فهمیدین و امی برنامه ما در این مورد میوه‌جات میوه خشک اختصاص داده شده بود که دیدین و شنیدین و پیش از پیش عید قربان برای همگیتان مبارک باد میگم ان شاء الله که عید پیامبر و خوبی و خوشی و همدلی است خداوند همگیتان سربلند داشته باشه عزیزان هموطن حال هم شما را دعوت میکنم به متبقی برنامه هایی که توسط همکاران ما در شبکه تلویزیون اورانوس و رادیو کندز تهیه شده است وقت همگیتان بخیر خداوند نگهدار